همیهنان عزیز، درود بر شما. خب همه ما آگاهیم، دیدیم، نظاره کردیم، شنیدیم که در پایان آبان ماه امسال رژیم مرتکب چه جنایت بزرگی شد. صدها تن از جوانان رو به خاک و خون کشید و گفته می شود که حتی اکنون که 24 آذر ماه هست، هنوز از رودخانه ها، از صدها، از در واقع رودهای بزرگ اجساد جوانها رو دارن از آب میگیرن، جوانهایی که در آبان ماه و آذر ماه کشته شدن. و در واقع فاجعه ای اتفاق افتاد و رژیم رهبری شخص علی خامنه ای و دستیاری حسن روحانی جنایت علیه بشریت مرتکب شدن. با چنین وضعیتی رسالت و وظیفه هر شهروند آگاه و مسئول ایرانی است که یاد شهدا و جانباختگان را گرامی بدارد به هر شکل ممکن. اگر امکان این هستش که خاندان و خانواده های جانباختگان رو شناسایی کنیم و دیدارشون بریم، این کار رو انجام بدیم. اگر می توانیم جایی به نام اونها شعار بنویسیم، این کار رو انجام بدیم. اگر می توانیم در مجلس بزرگداشت و پرسه در واقع از اونها تجلیل کنیم، این کار رو انجام بدیم. به ویژه تا 5 دی ماه رو پدر بزرگوار پویا بختیاری، آقای منوچهر بختیاری، از آحاد مردم ایران به ویژه ایل بختیاری دعوت کرده که بر مزار آن شهید در کرج در گورستان بی بی سکینه گرده هم آیند و می شود سایر خاندان و خانواده های شهدای میهن، کسانی که در راه میهن شهید شدن، یا برای آزادی یا برای دفاع از میهن یا به هر شکل ممکن، خانواده های اینها همدلی کنن، حضور پیدا کنن در سراسر میهن و در واقع 5 دی رو همه ما با حضورمون گرامی بداریم. و البته پیشنهاد می کنیم که چون دانشگاه در 4 دی روز چهارشنبه باز است، البته اگر رژیم به بهانه تعطیل نکنه، دانشگاه باز است، مدرسه باز است، فرهنگیان عزیز و دانشجویان هم در 4 دی به استقبال بروند، به پیشواز بروند. جنبش دانشجویی باید از خودش تحرک بیشتری نشون بده. خب در 16 آذر این اتفاق افتاد، در دانشگاه‌های دانشجو آمدن، اما می‌دانیم که در این 16 آذر آقای قالیباف هم آمد دانشگاه سخنرانی کرد، حسن روحانی هم سخنرانی کرد، سعید جلیلی هم سخنرانی کرد، نمی‌دونم از اصلاح طلبا هم اومدن سخنرانی کردن و رژیم هماهنگ شده یک امتیاز داد. رژیم به نحوی میخواستش که با اون جنایت و کشتاری که در آبان ماه انجام داده بود، با بازگذاشتن یک فضای بسیار نیمبند آزاد در دانشگاه ها در 16 آذر نشون بدن با اعتراضات مخالف نیست. گروه های خاصی هم آمدن از اصلاح طلب و یا نیروهای چپ و اونهایی که آمدن فرانسه رو گذاشتن کنار جمهوری اسلامی
به قول خودشون علیه نئو لیبرالیسم یا لیبرالیسم نو. نه این جنبش انقلاب دموکراتیک ملت ایران علیه نئو لیبرالیسم و نیو لیبرال و نو لیبرال نیست، علیه نیو فاشیزم، علیه فاشیزم نوه، فاشیزمی که زمانی توسط موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان نازی آدم میکشت و امروز در ایران آدم میکشه. دانشجوی عزیز، روشنفکر، آزادی خواه، اینجا مردم ایران با فاشیزم مذهبی میجنگن، با نئوفاشیزم مذهبی میجنگن که در واقع آدم میکشه، بعد هم با ریاکاری میاد میگه شهید حسابش میکنی. آدم میکشه بعد میگه برید استاندارها برن از خانواده ها دلجویی کنن. این فاشیزم نوعه، یعنی بروزه، آپدیته. دانشجو به جای این که بره دولت فرانسه که یک دنیای آزاد هست، یک دنیای دموکرات هست، بیاره به چسبونه به جمهوری اسلامی و تقلیل بده به این وسیله اون نفرت عمومی از جمهوری اسلامی رو و تقلیل بده اون در خباست این کشتار و این رژیم رو، به جای اینکه این کار رو بکنه بیاد با مردم حرکت کنه، عقب نیفته. از 25 آبان تا 2-3 آذر مردم تو خیابونها کشته می دادن، 16 آذر من دانشجو پاشم بیام توی دانشگاه 4 تا جلسه تشکیل بدم و 4 تا شاخه، خوب خوبه، بد نیست، اما برای جنبش دانشجویی کمه. جنبش دانشجو باید پیشتاز باشه، نه اینکه دوباره 5 دی مردم بیان تو خیابونها تظاهرات کنن، کتک بخورن، دستگیر بشن، اون وقت جنبش دانشجویی بره لالا کنه، که بعد یه روزی دوباره 16 آذر یه سال دیگه برسه بیاد آقای قالیباف تو دانشگاه سخنرانی کنه برای بسیجی‌های ادم بیان علیه دولت فرانسه و نمیدونم بگن از لیبرالیسم و لیبرال در فرانسه و نمیدونم در کجا و کجا و در ایران. این به نظر من یک مقدار کج‌طلیقگی است، یک مقدار عقب افتادن از جنبش انقلابی و دموکراتیک ملت ایرانه. سال 56 57 رو فراموش نکنیم، ما هممون اونجا مقصریم، من مذهبی، توی چپ، اون به اصطلاح ملی، اون مجاهد، هممون در اون حرکت مقصریم، نفهمیدیم چیکار کردیم و خمینی بر اون حاکم شد. حال زمانی که مردم دارن خیابون تو خیابونا کشته میشن، میگن مرگ بر فاشیسم، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر کشتار، مرگ بر فقر و بیکاری و بدبختی، اون وقت من دانشجو بعد از 15 روز بیام تو دانشگاه علیه نئولیبرال شعار بدم، خب همه هم بگن به به و چه چه. نه، این شرایط شرایطی است که مردم ایران تمام قد با این رژیم درگیرن، لذا به سهم خودم از تشکل‌های مستقل دانشجویی دعوت می‌کنم هفته‌ای که منتهی میشه به 5 دی، حالا روزش خود شما هر جوری که تشخیص میدید انتخاب کنید، یه روز رو، دو روز رو معین کنید و یک تظاهرات مفصلی در دانشگاه برگزار بشه تا فضا عوض بشه، مردم امید بیشتری پیدا کنن. جنبش دانشجویی همیشه پیشرو بوده، نه اینکه مثل الان پسرو باشه. این انتظار از جنبش دانشجویی هست و من امیدوار هستم که همه ما این حرکت توفنده انقلابی علیه ظلم و فساد و تبعیض و کشتار و فاشیسم و دیکتاتوری مذهبی رو با همدیگه بتونیم ادامه بدیم. پاینده باشید و پیروز. بدرود.